سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای برنامه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن. با شما عزیزان خواهم بود و چون پنج شنبه های اخیر در نیمه نخست این شماره تفسیر خبر همراه با آقای منصور حسانلو فعال کارگری و سندیکایی میپردازیم به آخرین رویدادها در ارتباط با کارگران ایران. سالگرد قتل افشین حسانلو در زندان حکومت فقیه، بیماری های روزافزون کارگران خوزستان به ویژه اهواز در اثر آلودگی هوا، آنچه که در اسدالویه میگذرد و وضعیت کودکان کار در ایران. همراه آقای منصور حسانلو با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای حسانلوی گرامی، ضمن سلام و ضمن تسلیت به شما خانواده عزیز حسانلو، خانواده کارگری ایران و مردم ایران، سالگرد قتل افشین حسانلو در زندان به شما ضمن تسلیت خوش آمد بگیم به برنامه خودتون. سلام و سپاسگزارم از این همدردی و همدلی شما و با آرزوی اینکه امروز پنجشنبه 29 خرداد که در همین ساعتی که برنامه داره ضبط میشه از 4 تا 8 بعد از ظهر در منزل مادری من واقع در تهران، حضور راه رسالت، خیابان 16 متری دوم، خیابان موسوی، اول کوچه بنبست دلجوان، طبقه اول منزل مادری من هست که مراسم یاد بود و بزرگداشتی برای افشین و به سمبل بقیه زندانی هایی که در زندان نانشون رو بی‌رحمانه از دست دادن و زندانیانی که هنوز در زندان احتمال هست که به شکل های گوناگون کشته بشن و متاسفانه که اخبار اعدام های مخفیانه مثل قتل و اعدام دو برادر زمیشات اهوازی رو هم ما متاسفانه طی این هفته گذشته داشتیم و این بزرگداشت ها و حضور هممیهنان ما در این بزرگداشت ها شاید نشانه‌ای بدهد به حکومت که با کشتار یک نفر در زندان یا با اعدام مخفیانه گروهی در زندان نه فقط اون مبارزه اونها و اون راه اونها خاتمه پیدا میکنه، بلکه در مراسمی که میگذارن، یادبودهایی که میکنن، اون اشخاص دوباره زنده میشن و در بین هزاران نفر و از توسط رسانه ها در بین میلیون ها نفر شناخته میشن و راه اونها گرامی داشته میشه و حتما کسانی هستن که به اون راه مبارزه بر علیه فاشیسم ولایت فقیه، برای داشتن سندیکا، برای داشتن آزادی، برای داشتن حق بیان و برای داشتن اون زندگی که شایسته همه ایرانیان هست تلاش خواهند کرد. آقای حسانلو، این رو مطمئنم بارها اشاره کردید و گفتید، اما بی مناسبت هم نیست در سالگرد قتل افشین حسانلو، کارگر ایرانی که متعلق به عضوی از خانواده کارگری، خانواده بزرگ کارگری ایران هست، عضوی از خانواده بزرگ مردم ایران هست، افشین چه میخواست؟ چه آرزویی داشت برای کارگران، چه آرزویی داشت برای همکارانش،
برای وضعیت کارگران در ایران. افشین خب کوچکترین برادر ما بود که بعد از فوت پدرم، فوت پدرم هم به دلیل فشارهای بسیار زیادی بود که هم خودش به عنوان یک سندیکالیست و مبارز شرکت نفت و هم در ارتباط با دستگیری یکی دیگر از برادران من که در دهه 60 چند سال رو در اوج نوجوانی 17 سالگی در زندان گذروند و برای ملاقات اون به زندان اوین یا قزلحصار می‌رفتند به همراه مادر ستم دیده من و چه رفتارهای توهین آمیز و ایجاد رعب و وحشت و خشونت زیادی که حتی در حق خانواده های ملاقات شونده ها اجرا می کرد حکومت، شاید یکی از علتهای سکته قلبی پدر من که خیلی زود در 54 سالگی متاسفانه یک ماه بعد از آزادی برادر دیگر من از زندان متاسفانه جانش از دست داد بود که مجبور شد از همون دوران نوجوانی و پس از گرفتن دیپلمش وارد بازار کار بشه. اون زمان هم که جنگ بود و هنوز کار زیادی تو کشور نبود، مشاغل مختلف رو به طور موقت کار کرد و با ستمی که بر او میرفت به عنوان یک نوجوانی که تو خانواده‌ای بود که مورد محبت واقع میشد، یه دفعه افتاد در این دریای سرگردانی زندگی اجتماعی جمهوری اسلامی و ما هم که اون موقع تحت شرایط مختلف خودمون زندگی فریدریمون رو تازه شکل داده بودیم و عملا افشین در دوره نوجوانیش خب با مسائل مربوط به عدالت، آزادی، مسائل سندیکایی که پدرم داشت ایشون رو یه مقداری آشنا شده بود، خود به خود در هر بیگه سر کار میدم یک نوعی بحث و درگیری و حق طلبی داشت. من یه مثال کوچیک از زندگیش بزنم که قشنگه. ایشون در یکی کارخونا توی تهران پارس کار میکنه، بعد میشه روز اول ماه مهر در اوایل دهه 70، بعد جعبه شیرینی میخره میبره برای همکارای کارگرش و اونا میگن این چیه؟ میگه روز اول ماه مهر روز کارگره، بایستی امروز ما با همدیگه تبریک بگیم، حقوقمون رو بخوایم صحبت کنیم و به خاطر همین من شیرینی رو گرفتم آوردم. شیرینی رو که پخش میکنه بین کارگرها، سرپرست قسمت میگه بیا رئیس میخواده، میره پیش رئیس و به رئیس هم شیرینی تعارف میکنه. رئیس جعبه شیرینی رو میگیره و پرت میکنه به طرف ایشون، میگه اینجا از این کمونیست بازی ها در نیاد. افشین میگه من که کمونیست نیستم، این مال روز کارگر همه دنیا، همه کشورهای جشن رو میگیرن کارگرها، کارفرما اونایی که انسانیت دارن با اونا همراهی میکنن، شما چرا این کارو میکنید؟ میگه نه ما دلمون نمیخواد کسی اینجا از این حرفا بزنه، از همین الان هم اخراجی. و ایشون اون موقع وانت دستش بود و کار پردازی میکرد و خرید میکرد و برای انبار جنس میابود، به همین دلیل ساده اخراجش کرده. بعد دیگه جای دیگه دنبال کار میگشت و بالاخره اومد تو شرکت واحد، راننده شد تو قسمت واحد گشت و منطقه 3. از اونجا هم به خاطر یه تصادفی کرد زندان رفت و بعد از اون هم که اومد شاغل شد، چون ما کار سندیکا رو دیگه داشتیم به رو میآوردیم، یعنی کارگر زیادی دیگه داشته با مسئله سندیکا آشنا میشد. من سال 1382 ایشون و برادر دیگه منو که تو قسمت تبلیغات کار میکرد اخراج کردن، چون قرارداد رسمی نداشتن و موقتی بود. و دوباره مجبور شد بشه راننده جاده‌ای و بیابانی، به چون فعالیت سندیکایی میکرد و اطلاعیهای مربوط به سندیکایی که ما منتشر میکردیم برای راننده های بیابون و پایانه ها میبرد و آرزو داشت که راننده‌های بیابونی هم به اصطلاح حداقل دستمزد، امنیت شغلی، بیمه تامین اجتماعی داشته باشن. و همین جرم دست شد و متاسفانه جانش رو به خاطر همین کار کوچیک اطلاع رسانی به کارگرها از دست داد. آرمان و آرزوش آزادی مردم ایران و عزت برای کشور هممون و عدالت و خوشبختی برای کارگرها و خانواده‌هاش بود. افشین اوساندو در زندان جمهوری اسلامی حکومت فقیه در ایران به قتل رسید. او نخستین کسی نیست و آخرین کس نخواهد بود، افشین، که در زندان ولایت، زندان فقیه در ایران به قتل رسید. آقای اوساندو، اما بیرون از زندان کارگران بعضی یا بسیار بیشتر از بعضی در شرایط واقعا ناسالمی کار میکنن، جدا از مشکلات دیگه ای که دارن، از جمله در خوزستان انواع اقسام بیماری های ناشی از محیط کار، آلودگی هوا، بدون توجه وزارت
وزارت کار بدون توجه نهادهای مربوطه و بقیه مسائل. در مورد کارگران خوزستانی از شما میشنویم. بله، این خبر بسیار مهمی که خود فعالان کارگری خوزستان منتشر کردن خبر رو در اختیار منم قرار گرفت. شیوع بیماری های پوستی و ریوی در میان کارگران استان خوزستان داره بیداد میکنه و علت آلودگی این مسئله، یعنی آلودگی های بسیار زیاد هم در آب هم در هوا، حاصل از مواد نفتی و پتروشیمی است که در استان خوزستان به ویژه در آبادان به حدی رسیده است که نه فقط کارگران و مردم رو مورد حمله قرار داده و باعث بسیاری از بیماری های ناشناخته پوستی و ریوی شده. در حدی که من یه آمار داشتم، طی یک ماه 6000 نفر به دکتر ریه مراجعه کردن در بیمارستان ها و کلینیک هایی که اونجا هست، به جز اونایی که حالا به بخش خصوصی مراجعه کردن و تازه این بیمه ها پزشکان اونجا بودن نتونستن کمک خاصی کنن. خیلی از حمایت های پزشکی هم متاسفانه از زمانی که دزدی از صندوق تامین اجتماعی و غارت صندوق تامین اجتماعی شد، پشتوانه های مالی رو به این بخش های درمانی بیمه تامین اجتماعی نمیدن و این هم فاجعه شده که علاوه بر بیماری ها، درمان اونها برای کارگرا و زحمتکشا به مشکل برخورده. و عدد در همین زمینه خبرهایی ما داریم که در بسیاری از کارخانجات، تاسیسات صنعتی، کارگاه‌ها شرایط ایمنی جوری نیستش که به هر حال جلوگیری کنه از حوادث، از مرگ در این اشتغال. و اگر هم اتفاقی برای کسی میفته، نمونه‌هاش رو داشتیم، مثلا در کارخونه‌ای در کرج بود، در سارین اتفاق افتاده بود. حقوق خاصی رو برخوردار نیستن در زمان خونه نشینی خودشون. قبلا که بیمه تامین اجتماعی کامل بود، شما اگر حادثه ضمن کار برات پیش می اومد، در زمانی که استعلاجی بودی، توی استعلاجی حق بیمه رو به شما به عنوان حداقل دستمزد میدادن بر پای حقوقی که می گرفتی به حق بیمه‌ای که به سازمان تامین اجتماعی میدادی. کم کم که نظارت ها از بین رفت، بازرسی کار از بین رفت، تشکل‌های واقعی جو از به اصطلاح وجود ندارن، مشکل اساسی این شد که خود بیمه و درمان و پشتیبانی ها هم کم کم ضعیف شد. علت همه اینا اینه که اول ما سندیکای مستقل نداریم که از حقوق کارگرا دفاع کنه. همین حادثه ضمن کار شما گفتید، مثلا ما دوستانی مثل آقای کرامت عزیزی یا آقای محمد ورمزیا جونشون رو در کارخونه دست دادن، زیر دستگاه پرس رفتن، که حتی اگر یک در توی ایران خودرو و در یک کارخونه ساخت تجهیزات پزشکی که سندیکای فلزکار مکانیک اخبار اینا رو منتشر کرد. مسئله اینه کارفرماها هیچ احساس مسئولیتی نمی کنن که بیان، مثلا بخوش در بخش دولتی که ایران خودرو اینا همشون دولتی هست، خودروسازی ها یا کارخونه های بزرگ ذوب فلز مثل ذوب آهن، نورد، لوله، اینا که حوادث این چنینی صنعتی داریم. مثلا یه چشم الکترونیکی، چشم سوم اگر روی دستگاه میذاشته، کارگر زیر پرس له نمیشود، نمیذارن. یعنی اگر خیالشون راحت شده و بازرسان وزارت کار هم اگر میرن، یه حق حسابی بعضیاشون، نه همه، جسارت نمیتونیم بکنیم، تو حقوقشون کمه، میگیرن و میرن پی کارشون. در نتیجه نظارت بر به اصطلاح رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار از بین رفته، که این همه ما آمار فاجعه بار مرگ های در محیط کار رو داریم که بیشترینش در بخش ساختمانی هست، در بخش معدن هست، در بخش جاده سازی هست و بعدم در بخش کارگاه ها و کارخونه های صنعتی. آقای حسینی، خبری من داشتم که 5 فعال کارگری استان آذربایجان غربی که بیشتر اونها از کردهای ایران هستند، آقای جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم ابراهیم پور و ابراهیم مصطفی پور و همینطور محمد کریمی، اینا مجموعاً به 13 سال محکوم شدن زندان. علتش هم این بوده که در کرج یک زمانی تظاهراتی بوده، 29 آذرماه سال 91 شرکت در تجمعی در شهر کرج اینا بازداشت شدن و بالاخره با ولی آزاد شدن، حالا که قطعیشون صادر شد.
کی پیش بینی میشین آقای دولت حسن روحانی هم آمد و وعده های داد؟ این وعده ها چه شد؟ بالاخره حتی قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم یک شرایطی رو فراهم کرده که همون قانون اساسی که با تکه زدن برش آقای خامنه‌ای به عنوان فقیه داره حکومت میکنه در این. این پنج کارگر عزیزی که گفتیم از دوستان کرد هستن، اینها به جلسه آمده بودن در رابطه با مجمع عمومی کمیته هماهنگی که تشکیل شده بود تو کرج تو منزل یکی دیگه از کارگرا، و اون موقع ریختند و اینها رو دستگیر کردند و عده‌ای را بازداشت کردند و الان هم این احکام رو دارن به اینها میدن، چون اینها فعالانی هستن که بر مسئله صنفی کارگری و ایستادگی بر اینکه تشکل مستقل کارگرها داشته باشن، سندیکا یا شورای مستقلی داشته باشن که حکومتی و دولتی و کارفرمایی نباشه، آفشاری میکنن و این احکام زندان رو میدن. قبل از اینم برای آقای آبخرابات و واحد سیده و مولانایی دادن، همونطوری که آقای جعفر عظیم‌زاده رو مدت 50 روز توی زندان انفرادی 209 نگه داشتن، و الان هم رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، رسول بوداوی، حسن تفا از جنگ داوودی و ده‌ها و ده‌ها زندانی دیگه که اینها همین، یعنی در حد خود قانون اساسی جمهوری اسلامی خواستار رو مطرح میکنن. داشتن تشکل مستقل اصل 26 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تاییدش میکنه، یا گرد همایی و راه پیمایی و نمیدونم تجمع، اصل 27 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم این حق رو میده به کارگر یا هر انسان ایرانی که برای خودش تجمع و تشکل داشته باشه بدون اینکه مسلحانه باشه یا برخلاف دین باشه، که هیچ کدوم از اینا اصلا ربطی نه به دین دارن و نه مسلحانه. این پایمال کردن کمتر حقوق انسانی و خود قانون اساسی جمهوری اسلامیه که مقامات جمهوری اسلامی زیر پا میذارن و بیقانونی رو گسترش میدن، که امروز وضع امنیتی کشور ما به این شکل بسیار نابسامان در اومده. و در اصلویه چه میگذره آقای اصول؟ خبرهای مختلفی اومده بیرون از اصلویه. اصلویه همطوری که شما میدونید فازهای بسیار زیادی در رابطه با مسائل، یعنی کارهای مربوط به بیرون کشیدن و گاز بسیار زیادی که اونجا هست و نفتی که در کنارش هست، و اینو به فازهای مختلفی به اصطلاح تبدیل کردن، قطعه از یه فاز یک مثلا تا فاز 24, 25 تا 29 اینطور هم پیشبینی شده بود اونجوری که یادم هست. و در اصلویه تمام اون کارهایی که در تو بخش به اصطلاح دسترسی به گاز و بعدش نفت و بعد صنایع پتروشیمی که زنجیروار به هم متصل شد، این پروژه تولیدی صنعتی بزرگی بود که به خصوص در دوران مجلس ششم و اون دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی خیلی روش کار کردن که این رو به یک نتیجه برسونن، و یه زمان حدود 300 هزار شغل اونجا ایجاد شد که الان نزدیک به 60-70 هزار نفر، گاهی تا 100 هزار نفر اینجا دارن کار میکنن. و متاسفانه به تدریج همه اینها رو، یعنی پروژه هایی رو که در این بخش های مختلف میخواد به راه اندازی برسه، تقسیم شد بین پیمانکارهایی که شدن زیر مجموعه سپاه، و همه قراردادهای اساسی رو، یعنی قراردادهای اول رو، این تشکیلات سپاه پاسداران اومد گرفت و بعد رو خورد کرد بین پیمانکارهایی که خودش میشناسه و خودش با اونا رابطه داره، که باز اونا هم دست دوم هم یا سپاهی و یا اطلاعاتی هم یا به نوعی به این سیستم وصل. بعد اونا هم تازه اومدن یه مرحله قراردادهای زیر دست بستن با پیمانکارهایی که اینا حالا کار فنی بلدن یا مثلا نیروهای کار فنی رو میتونن، نیروی انسانیش منظورمه، جمع بکنن و این پروژه ها رو شروع کنن به راه اندازی. این پیمانکارا به تدریج که شرایط اقتصادی بدتر شد و نظارت ها کمتر شد و راندخوری ها بیشتر شد، به خصوص در دوران احمدی نژاد که دیگه مستقیما هم سپاه هم بیت رهبری وارد تمام سوء استفاده ها شدن با کمک همدست های احمدی نژاد، این پیمانکارا دیگه خیالشون راحت شد که حتی حقوق کارگران رو هم پرداخت نمی کنن. کارگران مجبور میشن دست به اعتراض بزنن، بارها اعتراض بکنن، 4 ماه حقوقشون عقب میفته، 3 ماه حقوقشون عقب میفته، حق بیمه شون رو واریز نمیکنن،
از اینا حق بیمه رو کم میکنن ولی به صندوق بیمه تامین اجتماعی واریز نمیکنن، چون این پیمانکارا پشتشون به سیستم حکومتی و سپاه گرمه. از اون طرف هم موقعی که کارگرها اعتراض میکنن و درخواستاشون رو در این مناطق آزاد تجاری اقتصادی میگن، اصلا گوشی نیست که بشنوه. حتی رسانه‌های عمومی این اخبار رو منتشر نمیکنه و این کارگران معترض نسبت به شرایط کاری خودشون حتی از سوی رسانه‌ها هم تنها گذاشته شدن. به همین دلیل است مشکلات بسیار زیادی پیدا کردن، یعنی آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی محیط کار اونها رو داره میکشه بی سر و صدا. از اون طرف مسمومیت غذایی که نظارتی نیست به غذایی که به اونا میدن توی اون بیابونا و اون هوای شرجی و گرم در منطقه جنوب. از اون طرف دسترسی به بیمارستان ندارن، موقعی مسموم میشن و خطرات زیادی با جونش، یعنی دارن دست و پنجه نرم میکنن واسه یه لقمه نون زن و بچه شون. حالا از یه طرف دیگه دوری از مرکز، شرایط خاصی که حاکم شده بر منطقه لحاظ کمبودهای زندگی حتی برای مردمی که اونجا تو بوشهر رو اون مناطق اطراف اصلی زندگی میکنن و آلودگی ها حتی کشاورزی اونا رو بین برده، آبهای اونا رو آلوده کرده و بعد آب دریا رو که باعث شده خود منطقه که این بخش صنعتی فاضلاب‌ها رو وارد دریا میکنن یه نوعی مرجانه یا نمیدونم گیاه چی هست، جلبرگه نارنجی رنگ، قرمز رنگ، تمام سطح دریا رو پوشونده و داره خفه میکنه ماهی ها رو اون زیر، پلانکتون ها رو بین میبره. یعنی آلودگی اصلویه به آلودگی محیط زیست و آلودگی زندگی دامن زده. به همین دلیل است که کارگرها دنبال اینه که تشکل های مستقلشون رو اینجا به وجود بیارن، سندیکا هاشون رو به وجود بیارن که بتونن این درخواست ها و مشکلاتشون رو پیگیری بکنن. آقای رسانلو، یکی از مسائل واقعا دردناک در ایران وضعیت کودکان کار هست، کودکان سوء استفاده از کودکان در کارخونه ها، قالی بافی ها، چه دختر چه پسر، کودکان در خیابون ها، باندهای مافیایی که از اینا استفاده میکنن. در بسیاری از کشورهای منطقه بوده این باندها، ولی در ایران من واقعا خب ابعادش رو آدم توجه میکنه، تعدادش رو نگاه میکنه، فاجعه بزرگی هست. در این زمینه آیا تشکیلاتی، آیا نهادی، آیا این دولت اسلامی، حکومت اسلامی آیا قدمی برداشته برای سامان دادن به وضعیت کودکان کار؟ باید ریشه‌یابی کنیم که اصلا چرا اینا باید به وجود بیان. موقعی که فقر و فلاکت بر مملکت میفته، موقعی که دستمزد کافی به پدران و مادران این بچه ها داده نمیشه، موقعی که خانواده اساسش متزلزل میشه و طلاق های زیاد به وجود میاد، موقعی که 2-3 میلیون مرد خانواده معتاد حرفه‌ای میشن و زنها سرپرست خانواده میشن و به خصوص یه بخش از کودکانی که پدرشون ایرانی نیست، افغانی است یا جای دیگه است که از همه میشه افغانی، هم اجازه ثبت نام و تحصیل به این بچه های این خانواده ها نمیدن و اونایی هم که تازه ایرانی هن به خاطر این مشکلاتی که دو جامعه وجود داره، به خصوص مشکلات اقتصادی و فرهنگی، ترک تحصیل میکنن. همین آماری که بود جدیدن نزدیک 4.5 میلیون کودک در این 2-3 سال از تحصیل باز موندن. خب اینا میشن کودک کار و خیابان، اینا میشن کودکان بی سرپرست، کودکان بد سرپرست و اینها میریزن توی خیابون ها و نیروی کار ارز و قیمت و مجانی میشن برای کارفرماهای بیرحم در رشته های مختلف، حالا یا تولیدی یا خدماتی، حتی باندای مافیایی که از این بچه ها برای مثلا تکدیگری، گدایی و سرقت و حتی جیب زنی و کف زنی استفاده میکنن، آموزش میدن، شده مثل داستان های چارلز دیکنز متاسفانه. بعد از این طرف این کودکان کار خیابان رو میبرن در کارگاه‌های غیرقانونی و زیرزمین‌هایی که در اطراف شهرهای بزرگ حاشیه‌نشین‌ها هست، هیچ نظارتی هم نیست، ساختمان‌های نیمه ساز، زیرزمین ساختمان‌های بزرگی که دیده نمیشه، کارهای خیلی سخت، مثلا کیف‌سازی، نمی‌دونم خیاطی، کفش‌سازی و بدترین کارا که مثلا چسب می‌زنن برای پستری و رودری و چسب بزنن، این چسب پر از مواد شیمیایی، اونجا چون غیرقانونی کارگاه طرف نمیخواد معلوم بشه، هوا تهویه نمیذاره و این کودکان اینطور دارن از بین میرن در خیابان‌ها، در کارگاه، و
و الان هم نهادهایی که بایستی سرپرستی کنن مثل محیط زیست و اینا یا بودجه کافی ندادن یا انقدر تعداد این بچه ها زیاد شده که به همهشون نمیتونن برسن. چند تا کانون های به اصطلاح مدافع کار کودکان کار خیابان هم که به وجود اومد برخی از اونها رو تعطیل کردن چون مستقر بود و برخی اونها با کمبودهای مالی روبرو هستن و به حمایت و پشتیبانی احتیاج دارن. اما برای میلیون ها کارگر با 10 تا NGO کودکان کار خیابان کاری نمیشه کرد. این کودکان هم مثل بقیه جامعه نیاز دارن که در این حرکت بزرگ مشکلشون حل بشه. آقای استاد عزیز، شما به عنوان یک فعال سندیکای کارگری که مسئله ایران رو به دقت زیر نظر دارید، مخصوصا کارگران رو، این سوال در همون زمینه مسئله کارگری است. وضعیت کودکان کار، مردم چه حساسیتی نسبت به این بچه های هموطن خودشون نشون؟ ما الان صدها چند صد هزار کارگر کار و خیابان در همون پایتخت تهران داریم. آیا دوست داشتن وطن، دوست داشتن سرنوشت وطن، دوست داشتن هر چی که اسمشو بزنیم در این مسیر فقط و فقط محدود میشه به حمایت و تشویق تیم فوتبال ملی ایران یا تأکید بر نام خلیج فارس که قطعا هم همینطور هست بدون هیچ تردید؟ آیا در همین حدوده یا این که آدم مختصری هم توجه میکنه به وضع کودکانی که در خیابان سرنوشت بسیار دردناک که خواهند داشت؟ تفسیر شما رو میشنم. من فکر میکنم همون وطن و میهنی هم که ما دوستش داریم و به خاطرش داریم این همه تلاش میکنیم، بدون وجود هم میهنان ما، انسانهایی که در اون وطن زندگی میکنن، که اصلا معنایی نداره. این انسانها اصلا به واژه ها، به وطن، به خاک، به همه اینا معنا میدن. چطور میشه که ما به یک واژه به عنوان میهن توجه داشته باشیم ولی به اصل اون که کرامت هم میهنان ما هست توجه نداشته باشیم؟ و کودکان که آینده همین میهن یا وطنی هستن که ما ازش دم میزنیم. متاسفانه با فرایند فقر و مسکنتی که جمهوری اسلامی درست کرد و با فرایند بی‌فرهنگی و متاسفانه ایجاد یک رخوت جوهی که در فرهنگ مردم ما به وجود آورده، نه همه ولی بخش زیادی از مردم ما، متاسفانه بی‌تفاوت به این مسائل شده و این غم انگیزه. چرا که من خود در تهران که بودم، تازه از یه سال من آدم دیگه، یعنی اونجا هم هنوز دارم میبینیم تو عکس ها فیلم ها چقدر این بچه ها تو خیابون ها دارن مثلا تکدیگری میکنن، کفش رو میزنن، میان شیشه ماشین ها رو دستمال میکشن، آدامس میفروشن، گل میفروشن، روسری میفروشن، بلای ماشین ها و این دود و این سرب و این کربن ریهاشون رو داره داغون میکنه، هیچ کس نیست به دادشون برسه. سرمای زمستون با پای لوح، گرمای تابستون توی گرما اسفال ازش بخار بلند میشه و این بچه ها همینطوری پژمرده میشن و بی نام و نشان. خیلی هاشون متاسفانه معتاد، خیلی هاشون رو یوسف جانشون از دست میدن، اسمشون هم هیچ جا ثبت نمیشه. این تاسف آوره که متاسفانه شاید 10% جامعه ما به اینجور مسائل بتونن توجه بکنن به خاطر اون انسانیت، کرامت و آگاهی، و از بین این 10% جامعه ما هم شاید فقط 1% دست به یه اقدام کوچیکی برای اینجور کارا بزنن که خیلی هاشون هم امکانی ندارن، خودشون جز اون بخش های ستم دیده جامعه هستن. به همین دلیل این میهن پرستی ما، میهن دوستی ما باید با یه انسان دوستی گره بخوره، با آینده کشور گره بخوره، که آینده کشور هم همین فرزندان ما هستن، همین کودکان کار و خیابان بخشی از اون بچه ها هستن. نظام آموزش و پرورش باید تغییر کنه و انسانی بشه. نظام پرورشی ایدئولوژی که صبح که بچه میره تو مدرسه الله اکبر خامنه‌ای رهبره، از انسانیت بعد خبری نیست، از پارک رفتن خبری نیست، از به محیط زیست رفتن خبری نیست. ما در دوران تحصیل خودمون دو سه هفته یه بار ما رو می‌بردن به قول خودشون کانون‌های ایدانگردی یا مثلا کونوردی یا پیشاهنگی یا شیر خورشید، هیچ کدوم از اونها الان نیست، فقط پایگاه بسیج. قبل از انقلاب میفرمایید؟ بله بله، پایگاه بسیج هست که الان میبرن آموزش نظامی و کشتار و بعد هم نیم این بچه ها با این هم شونت. بله آقای استادوبن درست میفرم. الان یک اتفاق اتفاقا در مدارس هم میفته، اینی که از همون کودکی تلاش حکومت اینه که
به بچه ها آدم فروشی رو یاد داد. شما پدر مادرتون دیشب چه کرد؟ نمره بالا خواهید. متاسفانه خب در ایران این بسیار ترویج شده که روحانیتی بر عرصه قدرت نشسته که به مردم در جامعه این رو نشت داده که هر کسی برای مصلحت شخصی خودش مجاز هست هر کاری انجام. و چون این نگاهی و چون این فکری باعث شده که کسی یا اونطور که دیده میشه، وگرنه در پایتخت کشور ثروتمندی مثل ایران، در کشور ثروتمندی مثل ایران بیش از 4 میلیون کودک از تحصیل محروم نمیشن، یا صدها هزار کودک در خیابانهای تهران و کارگاه‌های اطراف اون سرگردان باشن و بی آینده و آینده خطرناک متوجه. آقای حسنلوی عزیز، بسیار سپاسگزار هستیم. ما صاحب چیزی نیستیم جز همین برنامه، اون رو به اتفاق شما تقدیم میکنیم به روان افشین حسنلو و همه کارگرانی که در راه تأمین مطالبات کارگری از میان ما رفتند، به همه کارگران زندانی و به همه کسانی که در عرصه کارگری در سازندگی ایران نقش مهمی داشته و دارند. با سپاسی دوباره از شما. من هم سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، خدا حافظ. پی خواهیم گرفت برنامه تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا با من و شما خواهند بود. در نیمه دوم این برنامه آقای علیرضا رضایی، طنز پرداز ارزشمند ایرانی. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای علیرضا رضایی، این بار نه در فرانسه که در آلمان. طنز پرداز سرشناس و ارزشمند ما که در رفت آمد هستن بین این دو کشور. چرا نمیپرسیم اما سلام و خوش آمد میگیم با آقای رضایی گرام. سلام به شما و بینندگان خوبمون، من در خدمتم. علیرضای عزیز، این روزا می‌بینیم همه گرفتار تب فوتبال جام جهانی هستند، اما یک اتفاقی هم همزمان با جام جهانی فوتبال برزیل افتاد و این اتفاق جامی بود، جام بین المللی والیبال بود در تهران و باز هم ممنوعیت ورود بانوان و دختران ایرانی، اما گروهی از دختران ایرانی در لباس برزیلی های مقیم ایران به تماشا رفتن و با پرچم و بیرق برزیل در دست. آیا یه زمانی میگفتن که حزب الله شعار میداد وقت نگران شده بود از چیزای غربی، گفته بود که ایران شده کرب و ایران شده اسپانیا، مهدی بیا مهدی بیا، حالا آیا ما داریم برزیلی میشیم کم کم با این شرایط؟ چیه؟ چی هست قضیه؟ والا اول اینکه از اونجایی که ما همیشه نگاه خاص و اتفاقات خاصی داریم در مورد، یعنی نه اون نگاه خاص داریم در مورد اتفاقاتی که در سطح جهان میفته، باز مسابقات ورزشیمون هم همین جوریه. یعنی ما یه بودی واردش میشیم که هیچ جایی در دنیا نه تنها وارد نشده بلکه فکرش هم نمیتونه بکنه. ممنوعیت ورود خانم ها یکی از دلایل عمده، یعنی البته اولین بار فکر کنم سر مسابقات کشتی بود، بعد سر فوتبال بود، مثل اینکه مشکل شورته. ظاهرا میگن اینها خب توی ورزشگاه و استادیوم و اینا ورزشکارا خب نمیتونن با گرم کن برن که بیچاره، و اونجا میرن و در صورت ما کلی هم آیه و روایت و حدیث و نقل داریم که حالا اگر ببینن چجوری میشه پای مرد مسلمان از زانو به پایین، چجوری میشه از زانو به بالا دیده بشه، چه شکلی میشه، اینها چیزاش موجوده. و همین دلیل گفتم که خانم‌ها به استادیوم نرن. منتها نمیدونم، ما چند سال پیش که یکی از دیپلمات‌های عزیزمون، ما آخه با برزیل ماجران داریم، قضیه‌مون مال دیروز و امروز نیست، چند سال پیش که یکی از دیپلمات‌های بزرگوار ما رفته بود در یکی از استخرهای برزیل، در یکی از استخرهای مختلط برزیل، تفاوت‌های فرهنگی ما و برزیلی‌ها رو به معرض دید جهانیان گذاشته بود،
از اونجا ما یه خورده با برزیل داستان پیدا کردیم. حالا همون که به اصطلاح ویشکون گرفته یه کاری کرده بود، تبادل فرهنگی یه اتفاق من کاش ویشکون میگرفت، ایشون اگه میگرفت که به هر حال یه جوری قابل مذاکره قابل حل بود. ایشون نخیر و کارت اون استخر رو داشت و ظاهرا دفعه اول دومش هم نبود. وقتی کار به شکایت کشید تقریبا نصف خانواده های برزیلی رفتن در مورد، یعنی هر کسی در برزیل که بچهش به اون استخر شنا کرده بود، چون ایشون تو گروه سنی الف و ب هم تفاوت های فرهنگی رو نشون میداده، همه رفتن شکایت کردن. از اونجا شد که گفتن تماشاگر زن برزیلی چون به این فجایع عادت داره اشکال نداره بیاد تو ورزشگاه، ولی خب تماشاگر زن ایرانی که به هر حال اینا با بدبختی باید برن استخر، چه به اینکه دیگه دیپلمات ما بیاد اونجا و فلان قصه. البته اگه استخر خصوصی میرن دیپلمات همون من اطلاع ندارم، ولی استخرهای عمومی رو دیگه اینو که نمیشه. به همین جهت یه ده خانوم های ما با یکی از شیوه های جنگی استتار خودشون رو به ورزشگاه رسوندن، یعنی از طریق برزیل، از طریق پرچم و لباس برزیل استتار کردن، وارد ورزشگاه شدن و تا جایی که تا این لحظه اخبار مخابره شده و من اطلاع دارم تا این لحظه اسلام به خطر نیفتاده، چون لباس برزیل تنشون بوده و اون بحث تفاوت فرهنگی. حالا اسلام چی؟ اسلام در مورد بازی خود برزیل جام جهانی به خطر افتاده یا نیفتاده؟ با خانم مدل لبنانی که مریمی که آمده بود لباس پرچم جمهوری اسلامی رو برداشته لباس کرده، اونجا به چی؟ اونجا به خطر نیفتاده؟ حالا این دو تا مسئله است. من اولا نمیدونم چی جوریه که اخیراً همه در حمایت از ایران لخت میشن، نمیدونم جریان چی جوریه. حالا ایشون هم متاسفانه مدل یه جایی بود که ما اصلا تکلیفمون باهاش روشن نیست. ایشون مال لبنانه که الان 35 سال اندوه لبنان کشت ما را، بعد ایشون رفته لخت شده، پرچم ایران رو گرفته جلوش عکس انداخته برای حمایت از تیم ملی ایران، گفته خب مگه چه اشکالی داره. بعد ایشون افتخارات بسیار زیادی هم، افتخارات ثبت شده و مستند بسیار زیادی هم با حزب الله لبنان داره. ایشون یه جورای کاپیتان تیم جهاد نکاح شاخه حزب الله لبنانه و گفته خب چه اشکالی داره، این همه سپاه ایران برای ما لخت شد، حالا یه دفعه ما برای اونا لختیم. الان منتها مشکل ما اینه که ما نمیدونیم الان این قضیه رو تایید کنیم، تکذیب کنیم. ما الان خوشحال شیم، گریه کنیم، ببینیم، نبینیم، عکسش رو منتشر کنیم، نکنیم. این اگر مثلا فرض کنید یه مدل مثلا چه میدونم مال هر جای دیگه دنیا بود، ما به همچین مشکلی بر نمیخوردیم. مدل لبنانیه، یعنی خودی. بله اصلا این اتفاق خب یه دفعه پاشه همینجوری لخت ورزشگاه بیاد دیگه، یا نمیدونم ایشون بخواد بیاد ورزشگاه بعد بازم لباس برزیل تنش کنه، بعد اونجا لخت شه، پرچم ایران بپیچه، چجوری میشه داستان؟ اینشو یه خورده حساس نقطه. به هر صورت امیدوارم که علما هر چه زودتر تکلیف ایشون رو روشن کنن. این الان حمایت بود، چطوری تکلیف ایشون روشن کنن؟ این پرچم جمهوری اسلامی یا پرچم علما رو بردارن؟ خب بیشتر باید چیکار، یعنی چی علما تکلیف این خانوم جهادگر نکاح رو چطوری باید روشن کنن؟ علما که بلدن چیکار کنن. علما یکی از تخصصاشون اینه که اصلا پرچم رو بیارن پایین. ما الان یه مشکل بسیار بزرگی که با پرچم رسمی جمهوری اسلامی داریم این آرم وسطشه، آرم الله وسطش، نه به خاطر حالا خود اینکه اون آرم چی هست چی نیست و اینا، این لامصب، این علامت بد جای پرچم افتاده. هر کسی این پرچم رو میپیچه دور خودش، این علامت یک جایی میفته که نباید بیفته طبیعتا، یعنی نیفته بهتره دیگه. حالا من نمیدونم، امیدوارم تو جامهای بعدی علامت وسط پرچم ایران رو بندازن مثلا گوشه چپ راست، بالاخره اون بالای پایین یه جایی که اینجا نیفته. وقتی طرف لخ میشه میپیچه دور خودش، اینجایی که الان هست نیفته.
حالا اینجا رو باید علما حل کنن. علما البته مشکل ایشون رو قطعا حل کردن که ایشون اومده این عکس رو گرفته. من علما جای درستی انداختن، یعنی مثلا ببینید پرچم که نمیشید مثلا علامتش وسط نباشه، بر پرچمی علامتی که داره در وسطش. چون خب پس ببینید واقعا خداوند متعال در بدن انسان باید تجدید نظری بکنه. این علامت در صورت بد جایی میفته، حالا یا خداوند متعال مشکل رو حل کنه یا اینکه مشکل پرچم رو حل کنن. میتونن چرا بر میاد این علامت رو بردارن بذارن یه جایی، مثلا یه جایی بذارن که مثلا اگه یکی پیچید دور خودش مثلا دور برای کتف بیفته، اون علامتشون آرم چیز موجود مثلا اطراف کتف گردن اینجاها زیاد اشکال نداره، یه جوری میشه حلش کرد، فتوشاپی جایی چیزی، ولی اینو هیچ خاکی نمیشه به سرش کرد. طرف میپیچه و این علامت هم میفته اونجا. پیش از اینم شاهد بودیم خیلی ها بودن که لخت شدن بعد پرچم رو پیچیدن دورشون. بعضی ها حتی پیش اومده، فکر میکنم در همین پاریس بود، که اون وسط پرچم رو سوراخ هم کردن وقتی پیچیدن دور خودشون اون وسط پرچم، که دیگه این فاجعه رو هیچ جوری نمیشه جمعش کرد. این علامت رو باید یه فکری به حالش بکنن، علامتش هم شوخی نیست الان در حال حاضر، بندازن یه جایی که مثلا یا از این ور بیفته دم مچ پا یا از اون ور دور ور کتف آرنج، اونجاها رو میشه یه کاریش کرد، اونجاها زیاد اشکال نداره. اما این خواهرمون از لبنان برداشته، خب این همه زحمت کشیده لخت شده بعد پرچم و پیچید دورش علامت افتاده اونجا، الان مشکل چند تا شده. آقای رضایی عزیز، در استودیوم های فوتبال در برزیل ما خیلی دیدیم، خود بانوان دختران برزیلی که انواع اقسام آرایش و مثل همین خواهر لبنانی که اشاره کردید آمدن، این چی از نظر علما؟ یعنی در بازی که ایرانی هم شرکت دارن، تماشاچی های ایرانی هم رفتن، آمدن خواهران برزیلی به این شکل و شمایل مثل این خواهر لبنانی از نظر علما شما فکر میکنید چه واکنشی میتونه داشته باشه؟ ببینید الان هر دو طرف دارن همدیگر رو به خطر میندازن، هم تماشاگرها دارن ورزشکارا رو به خطر میندازن، هم ورزشکارا ممکنه تماشاگرها رو به خطر بندازن. ایران اومده، جمهوری اسلامی یعنی اومده یک سر قضیه رو حل کرده، گفته اونجایی که ورزشکار از طریق شورت ورزشی به اسلام ممکنه ضربه بزنه من جلوشو میگیرم اونجا رو. منتها این سمت قضیه اتفاقی که در خود برزیل داره میفته، این که حالا تماشاگر که اگر همون آدم بیا تو ایران میشه تماشاگر نما، این آدم حواس بازیکن رو پرت کنه. الان مثلا اسپانیا دوتا بازی کرده 7 گل خورده بدبختی بیچاره، این مثلا قیمت بازیکنان اسپانیا رو اگر جمع کنن بحران اقتصادی اتحادیه اروپا حل میشه. یه همچین بازیکنان اومده 7 گل خوردن حذف شدن تقریبا. چرا؟ خاطر همین هست دیگه. دقیقاً اسلام میاد، علمای ما میان جلوی همین فجایع رو میگیرن. اگر اجازه نمیدادن اون خواهر رو وارد ورزشگاه بشن با اون طرز فجی، من نمیدونم مثلا علامت پرچم اسپانیا یه گوشه ای خوشبختانه، یعنی موقعی که این خواهر بیچاره هم اومده با پرچم جلو همین فجایع رو گرفته لابد، وگرنه خب بفهم باز بستگی که اونم میگم علامت کجای پرچم باشه، کجای بدن بیفته. الان اون طرفدار اسپانیایی که پرچم رو پیچیده دور خودش، پرچم از کجا پیچیده؟ اون بازیکن بدبختی که این همه تمرین کرده به جام جهانی برسه با دیدن این صحنه ها شما انتظار دارید توپو کجا بشوته؟ خب همین میشد که اسپانیا حذف شد بدبخت بیچاره، دوتا بازی که هر دوتا رو باخت. علما اومدن مشکل رو از یه طرف در داخل جمهوری اسلامی حل کردن، اونجاییش که با دیدن شورت ورزشی ممکن بود کسی تحریک بشه. این قسم قضیه در برزیل، البته در خود برزیل به دلیل اینکه به دیدن شورت همه عادت دارن، من اینو البته بگم نمیدونم بعدنم کسی از من سوال بخواد بپرسه، اینکه اگر زن مسلمان در برزیل یه موقعی بره، به خاطر اینکه ظاهرم فرق میکنه، زن مسلمان احتمال زیاد اینجور که علمای ما میگن، زن مسلمان با دیدن شورت ورزشی تحریک میشه لابد دیگه که اینقدر برحال نگرانه. حالا اگر زن مسلمان برزیلی در ورزشگاه حضور داشته باشه و تیم ملی ما وارد زمین بشه، اونجا چه اتفاقی میفته؟ حالا اگر مثلا فرضاً همین خواهر لبنانیمون
ایشون زن مسلمانه، اگر مثلا پاشه بره برزیل، برای مسلمان که هست دیگه، بره وارد ورزشگاهش لخت زحمت میکشه و پرچم رو بپیچه، اونجا یک ادم دارن حداقل 11 بازیکن ما با شورت داخل زمینن، الان چه اتفاقی میفته؟ چه فاجعه این اینا رو کی باید پاسخ خوب بشه؟ سوال از بنده چه از علما؟ از علما، قطعا از علما. درست. حالا اتفاقا در همین مورد من یه سوال داشتم، چون شما آشناتر هستین با علما و نحوه کارشون. ببینید، اینی که میفهمن که زن مسلمان از دیدن ساق پای فوتبالیست ها یا هر کی، کشتیگیر ها یا هر کسی، تحریک میشه از نظر جنسی، اینو آیا آزمایش میکنن دیگه لابد چی همچی نتیجه؟ یعنی یک سری از همین خواهران مذهبی مورد تایید علما رو میارن میشونن از پشت نقابی چیزی، و یک سری مرد مسلمان و حالا بالا هر چه که از عمامه هست هر چه که هست، ولی با شورت از جلو اینا رد میشن، بعد یه تحریک سنج هم لابد دارن. چه کار میکنن؟ یعنی اول آزمایش میکنن بعد یه همچین فتوایی رو میدن؟ یا این آزمایش ببینید، این آزمایش ها چیز جدیدی نیست. در دوران مثلا حضرت یوسف هم روال همین بود، الان هم احتمالا همین جوریه. اینا ترنج میدادن دست خواهران ما با چاقو، بعد الان احتمالا این جوریه که در بیت مراجع میشینن یه عده ترنج دستشونه و با چاقو دارن پوست میکنن، یکی با شورت میاد رد میشه. اگه دستشون رو بریدن، این معلومه که بسیار تحریک‌آمیزه و یک فجایعی است که باید جلوش رو گرفت. اگه نه، ترنج رو مثلا راحت پوست کندن فلا اینا، ممکنه مثلا پاچه اون شورته رو حالا این دفعه یه کمی کوتاه‌تر کنن، بلندتر کنن، دوباره یه رد چه ببینن چه اتفاقی میفته. این روش جدیدی نیست. یادم احتیاج به دم و دستگاه و سیستم و اینا نداره. در مورد خود حضرت یوسف این رو امتحان کردن، جواب داد. یعنی علمای ما هنوز از همین روش استفاده میکنن؟ عموما علمای ما بیشتر سنتگرا هستن دیگه، برمیگردن به سنت ها و روش های چیز. اون وقت عکسشی، یعنی خود علما مثلا میزان تحریک شدنشون، چون علما در کتاباشون که میخونیم خب راجع به هر چیزی به هر حال چیز دارن دیگه، دستورالعمل دارن، جماع با حیوانات و و و و چه بود معلومه میزان تحریک پذیری علما و مسلم، یعنی مسلمانان پیرو علما بسیار زیاد هست که از همه چیز برحضر هستن. مثلا همین خواهر لبنانی رو از کجا میفهمن این تحریک پذیری؟ از پیششون چندین بار چون این مدل های رد میشن؟ چجوری هست اینا؟ چجور آزمایش شده؟ ایشون اصلا ظاهرا این عکس رو تو خود بیت علما انداخته، چون عکس های قبلیش هم همونجا هست. یه سری به فیسبوک ایشون اگر دوستان ما بزنن مشاهده میکنن که ایشون اصلا از کجاست و چجوری جریان اینا. اینجایی که شما راجع به تحریک پذیری علما فرمودین، والا اینا یک تحریکی هم که بعداً عالم شدن. اینجوری نیست که اول عالم شده باشن، جزء علما باشن، بعد حالا تحریک بشن، بعد کسی پرچم بپیچه با شورت، حالا یا مثلا بدون شورت در جلوشون رد شه، بعد اینا اتفاقی بیفته. اینا کلن تحریک بودن، بعد عالم شدن، شدن یک تحریک عالم. عالم تحریک پذیر نیستن اینها. بعد یه داستان دیگه، علاقه وحشتناک همه نه فقط علما، مسئولین ما به اتفاقاتیه که از طریق شورت ممکنه بیفته. اینا خب به همه جا کار دارن و با اولین و دم دست در این چیزی که تو ذهنشونه مقایسه میکنن قضایی رو، بر اساس اون میسنجن و بر اساس اون سوال میکنن. الان یکی از بزرگترین فجایعی که ما باهاش سر و کار داریم لحافه. آقای کریمی قدوسی، ایشون عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، آدم کمی نیست. ایشون از آیه روحانی سوال کرده، گفته بیاین یه بار برای همیشه بگین زیر لحاف اعتدال چی داره میگذره. من خودم میتونستم، مثلا خودم شخصا من میتونم جواب ایشون رو بدم، بگم مثلا زیر لحاف اعتدال کلا چه اتفاقی داره میفته و اینا، ولی خب جواب ایشون عمومی نمیتونم بدم. اینجوری که ایشون به طور عام مطرح کرده این سوال رو،
که زیر لحاف اعتدال چه اتفاقی داره میفته، یعنی الان اونجا کی پرچم پیچیده، به کجاش پیچیده، از کجا تا کجاش پیچیده، چه پرچمی رو پیچیده. یعنی حساب کنید شما الان مثلا ممکنه زیر لحاف یک کسی پرچم اعتدال دور خودش پیچیده باشه که ما هم نمیدونیم علامت اون پرچم اعتدال کجاشه و اون که پیچیده به خودش علامت الان کجاش افتاده و آقای کریمی قدوسی میخواد اینو ببینه، میخواد بدون عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم هست. بله بیشتر از هر کسی با زیر لحاف کار دارن. بله درست، مسئله لحاف یک مسئله ملی و یک مسئله امنیتیه. زیر لحاف هست، مسئله خود لحاف نیست من فکر میکنم آقای رجایی، یا نه روی لحاف هم ممکنه بعد ملی باشه. در صورت میپیچن دور خودشون. بله، یعنی من فکر کردم به شما چی فکر میکنم؟ من فکر میکنم بیشتر مسئله یعنی زیر لحاف هست که مسئله امنیتی. البته هرچند بعضی ها معتقد هستن اساسا دعوا در جمهوری اسلامی بر سر لحاف ملا نصرالدینه، اونم این نقش اساسی دارن. حالا شما فکر میکنم علما تا این لحظه نسبت به این خانم عکس العملی نشون ندادن، این نشون دهنده چی هست؟ و آیا شایدم همین اقدام این خواهر متینه هر چی که هست سیاق علما لبنانی، چون ایشون شاید باعث شده که تیم ملی ایران با نیجریه 0-0 کنن. بله، این بس اگر این خواهر نبود و این اقدام خواهرانش نبود چیز میشد، یعنی ممکن بود گل میخوردن یا گل میزدن، من نمیدونم. بله بفرمایید. والا اگه به این اقدامات باشه که امروز پادشاه اسپانیا از سمت خودش استعفا کرد، دیروز اسپانیا حذف شد، امروز پادشاهش استعفا کرد، اگه به این باشه که خب ما هم اون وقت استعفا که معذرت میخوام قدرت واگذار کرد شاهنشاهی رو به ولیعهد. بله، از مدت‌ها پیش میخواست این کارو بکنه. بله، ولی خب دقیقاً امروز این کارو کرد، یعنی بعد از حذف اسپانیا از جام جهانی. اگر به اینه که خب بچه‌ها یه مددی کنن، ممکنه به هر حال اگرم ما هم حذف بشیم یه موقعی آقای خامنه‌ای قدرت رو واگذار کنه یا مثلا برای کنارگیری کنه. ایشون هم از قرار معلوم از مدت‌ها قبل به فکر این داستان بودن. مشخصا در مورد این خواهرمون و عکس العمل مراجع اول عکس العملشون رو به این خواهرمون نشون دادن، بعد ایشون رفت این کارو کرد. اینها عملشون عکس العملشون فرمودید یا بعد بفهم همون عکس العمل و عملشون زیاد با هم دیگه فرق نمیکنه. اینا عملشون خب به هر حال پای زغال عکس العملشون جای دیگه. یعنی شما میگید که تیم ملی فوتبال ایران اگر میباخت چیز میکنه، یعنی یه جور همون نرمش قهرمانانه. نرمش قهرمانانه منطقه، خب چون جریان این دیگه نرمش قهرمانانه لحافی رو همین آقای کریمی قدوسی باید پیگیری کنه. من متاسفم از این که ایشون رو به همراه تیم ملی ما به برزیل نفرستادن. ایشون میتونست قشنگ پاشه بره اونجا چند تا لحاف با خودش برداره ببره، میتونست بره تو قسمت تماشاگرهای مثلا برزیلی بشینه، اونایی که پرچم میپیچن دور خودشون یا مثلا فلان، بعد ببینه که اونجا یه لحاف بنداز ببینه زیر لحاف واقعا چی داره میگذره. چون گفته یک بارم برای همیشه، چون ایشون این نشون میده که مدت هاست که این پرسش رو داره که زیر لحاف چه اتفاق میفته. من متاسفم که ایشون رو مثلا آقای محمد رضا شریفی نیا رو ظاهرا اینجور که تصاویرش منتشر شده فرستادن اونجا. خب ایشون البته بوخچی خوبیه، به درد این چیزا میخوره. فرستادن زیر لحاف؟ من حرفتون متوجه نشدم. ایشون زیر لحاف هست. ایشون زیر لحاف شریفی نیا رو گفتی فرستادن؟ بله بله. برای ظاهرا فرستادنش برزیل. بله. لحاف برزیل. ایشون البته رفت زیر لحاف و از طریق لحاف الان برزیل میره، جاهای دیگه میره. اینجوری که تصاویرش منتشر شد، البته عکس ایشون در کنار آقای هاشمی و اینا بازیگر، البته هاشمی بازیگر، اینا منتشر شد دیدیم. اینا را ایشون بوخچیه میتونه بره اونجا دیگه. ایشون نره کی بره؟ آقای کریمی قدوسی بره. کاش که میفرستادن آقای قدوسی رو، کاش که میفرستادن یک بار برای همیشه بگه زیر لحاف‌های برزیل، زیر استخرهای برزیل واقعا داره چی میگذره. سوال خیلی مهمیه که ایشون داره. کمیسیون امنیت ملی، اینها لحاف پدیده
کوچیکی نیست، مربوط به امنیت ملی ما میشه و به هر حال لحاف هم استفادهش معلومه دیگه، همه میرن زیر لحاف، این که چه اتفاقی میفته، پرچم در زیر لحاف به کجای آدم بسته شده، علامتش کجای آدم میفته، چیزاییه که کمیسیون امنیت ملی مجلس ما حتما باید بررسی کنه. البته ما در شیعه آل عبا داریم که مورد احترام میلیون ها انسان هستند، ولی ظاهرا در جمهوری اسلامی اقتدایی به آل عبا نشده و بیشتر به آل لحاف هستن که خیلی بیشتر از پنج تا بسیار هستن. شما گفتید آقای شریف شریفی نیا هم در همین زیر لحاف هستن، بله از لحاف گذشته است ایشون، بله زیر لحاف میرن، از اون بر از اون بر از برزیل سر در میارن یا جاهای دیگه، بانک های سوئیس و اروپا و کانادا. سپاسگزار هستیم آقای علیرضا رضایی گرامی، با سپاس بسیار از شما و با امید به فردایی بهتر. آقای رضایی گرامی، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال سند و سبلان، آسماری و کو ساران دراک و الوند کو و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، دلهایتان همواره شاد باد.